سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از تیکه سنگین احمد ایران دوست به سران بی ارزه حکومت جمهوری اسلامی. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. آقای احمد ایران دوست، بازیگر ایرانی که توی این مدت اعتراضات اخیر هم مثل خیلی از هنرمندان ساکت نموند و حرفهای تند و جنجالی رو در فضای مجازی منتشر میکرد، هنوز هم به همین رویه ادامه میده. با انتشار استوری نوشت دینی که با خوردن آب در ملأ عام به خطر بیفته ولی خوردن حق مردم تکونش نده دین نیست، توهمی است برای عوام و نعمتی است برای مسئولین. در استوری دیگه هم نوشت اصلی ترین روزه نخوردن حق مردمه و مدت اون 12 ماهه. در استوری دیگه ای هم این حرفهای بازیکن تیم ملی فوتبال روسیه رو منتشر کرد که در مورد زندگی در ایران حرف زده بود که در این روزها در فضای مجازی بسیار داغ و وایرال شده. احمد ایران دوست با انتشار این عکس از اون نوشت میگه غذا نبود، اینترنت نبود، تفریح نبود و نبود. بازیکن تیم ملی فوتبال روسیه سطح زندگی در ایران رو بسیار پایین خوند. احمد ایران دوست در ادامه نوشت مقصر اون رئیس جمهور دیوس و بیشرف شماست و الا روسیه پشم ایران هم نبود. در استوری دیگه ای با انتشار این عکس و خبر که طرح مجلس برای حجاب اجباری از ابطال گواهینامه و پاسپورت تا جریمه 3 میلیارد تومانی برای زنان، احمد ایران دوست نوشت چه خبره بابا، بودجه کم آوردین؟ 3 میلیارد جریمه اگر دو تارش بیرون باشه میشه 100,000 تومان مثلا، دیگه باید خلافی زنامون هم بدیم قبل عقد. در استوری بعدی نوشت 2 سال پیش همین موقع نفسمون رو 20 ثانیه نگه می‌داشتیم تا ثابت کنیم کرونا نداریم. روح تمام پرستاران و دکتران زحمتکش و عزیزانمون که درگیرش شدن شاد. در پی بالا رفتن بی سابقه قیمت ارز و دلار در ایران، احمد ایران دوست ویدیویی از خودش منتشر کرد و حرفهای تند و جنجالی زد که با هم قسمتهایی از اون رو میبینیم. بله بله، تبریک به ملت عزیز ایران، تبریک به برادر عزیزم آقای رئیسی، تبریک به دولت عزیز، مجلس، عظام و بزرگان. 50 تومن شد دلار، 1,50,000 تومان. خدا رحمت کنه پدرم رو، به هم دلار داد 7 تومان. بعدا من دیوس دارم اینو میدم به دخترم 50,000 تومان. خاک تو سر من که انقدر بی ارزم، خاک تو سر من که نمیدونم آینده دخترم و بچه های این مملکت، بچه های ایران چی میشه. هیچ کاری نداره آقای رئیسی، استعفا بده، نظر برسه به 70 و 100، استعفا بده برادر من. بزرگان مملکت، مملکت به فاک رفت، به فنا رفت. خجالت بکش رئیس، خجالت بکش، استعفا بده، نظر بیشتر از این گندش در بیاد. 50,000 تومان، 1 دلار. در پی اتفاقات تلخ چند وقت اخیر برای دانش آموزان دختر در کشورمون که متاسفانه به دست افراد تندرو و ناشناسی مسموم می شدن، احمد ایران دوست با انتشار این عکس که نوشته تا زمانی که امنیت فرزندم تأمین نشود او را به مدرسه نمی فرستم، گندش رو در آوردید دیگه، نوشت بله مسخرش رو در آوردید، کاری نداره یه مأمور گذاشتن جلو در هر مدرسه و تأمین امنیت. با انتشار این نقاشی از پیروز یوز آسیایی که متاسفانه از دست دادیمش، نوشت کاش عوض بعضی مسئولین تو رو برای مداوا انگلیس میفرستادیم، ما لیاقتت رو نداشتیم کوچولو، روحت شاد.
بعد از توافق دستوری ایران و عربستان بعد از چندین سال که اون هم معلوم شد به دستور ارباب چین بوده، احمد ایران دوست با انتشار این عکس که کافری که دو مسلمان رو آشتی داد نوشت بله، بالاخره بله، البته برای ما کافر نیست، به قول آقایان بله. با انتشار این عکس هم نوشت بله، داشتم صبحونه میخوردم، با اینکه هیچ کدوم رو سعادت نداشتم ببینم، یهو رگباری از جلوی چشام رد شدن و بغض گلوم رو گرفت. غواصهای شهید کربلای 4 عظمت بالایی دارن، نمیدونم داستان چیه، من که هیچ کاره نظام هستم، وجدان درد گرفتم. اون مسئول بیلیاقت نفهم رو نمیدونم شب چه جوری میخوابه، صدای ناله ها و اشهد گفتنشون رو نمیشنوید؟ من که تجسم میکنم خیلیاشون دوست داشتن مادرشون رو برای آخرین بار غل کنن یا بچه هاشون رو. توف تو ذات کثیفتون که قدرشون رو نمیدونین. روحشون شاد. با انتشار عکسی هم از شهید همت نوشت مرد بود خداییش، روحش شاد. در پست دیگه ای هم با انتشار عکسی از خودش نوشت آقای رئیسی، گلوکوانس 1000 میخوام برای مریض دیابتی، فکر کن واسه مادرت میخوای، از کجا تهیه کنم؟ بله، بیمه که کشک، یعنی مخصوصا خصوصیش هر برندی که باشه، قرصهای دیابت هم که با دیه برابری میکنه، کسی هم عین خیالش نیست، مملکت نیست که. در پست دیگه هم نوشت دلار ارزان شد 26,000 تومان و مثل وانتی های میوه فروش پایینش کوچیک نوشت نیم کیلو. در کپشن هم نوشت بله نیم کیلو، البته الان شد 400 گرم. با انتشار این عکس هم از روزنامه 13 سال پیش نوشت با پول یک عدد 207 میشد 20 تا بنز 0 خرید. با پولی که الان برای یه دونه 207 میدیم 13 سال پیش میشد 20 تا بنز آخرین مدل خرید. ایشون در جدیدترین پست خودش هم ویدیویی منتشر کرده با شهربانو منصوریان که حرفهای تند و جنجالی رو به سران نظام میزنن. و بالای اون نوشته 80% مردم ایران شعبده بازن. بله آقا، قسم میدم توی ایران شعبده باز خوب داریم؟ بله که داریم، چه شعبده بازایی. 80% مردم ایران با این حقوق که دارن میگیرن، واقعا با این تورم باید هم پول کرای خونه رو بدن، مریضی رو بدن، خرج تحصیل بچه رو بدن، شونه تخم مرغ رو بدن، مرغ رو بدن، گوشت رو بدن، کوفت رو بدن. تازه الان جدیدن چیزای جدیدتری هم اومده. 80% مردم ایران روی دیوید کاپرفیلد رو سفید کردن. اون از دیوار مستقیم می رفت و از دیوار رد می شد. مردم ما دارن از یه دیواری به نام تورم که اینا میگن 60 و 80 و 70 دارن رد می شد. دمشون گرم. دمتون گرم. یه سال پرسیدم چرا سالت گرفتم؟ نه چون که پر بود. مردم ما حقشون نیست. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.